شانزدهمین روز مرداد ماه برابر با هفته اوت، سال 1020 خورشیدی برابر با 1641 میلادی، در گذشت آنتونی فان دیک، نقاش معروف بلژیکی که از سالهای اولیه عمر نقاشی را زیر نظر استادان زمان خودش آموخت و همین که به حد رشد رسید خود در نقاشی یک استاد مسلم شد. فان دیک پس از آن مدتی به ایتالیا رفت و از آثار نقاشان ونیزی بهره برد. دوره ایتالیایی کار فان دیک با چهره‌نگاری و نقاشی موضوعات مذهبی به شیوه شخصی بر اساس دستاوردهای استادان ونیزی مشخص می شود. وی سالیانی نیز در انگلستان حضور یافت و به مقام نقاش دربار چارلز اول پادشاه انگلیس رسید. فان دیک در انگلستان شیوهی در چهره نگاری و رسم پورتره یا صورت ابداع کرد که با سلیقه اشرافیت انگلیسی سازگار بود، به طوری که پورتره‌های او از اشراف و بچه‌هایشان در میان زیباترین آثار فان دیک قرار دارند. فان دیک استانداردهای ویژه‌ای برای پورتره انگلیسی وضع کرد که از ویژگی‌های آن برگیری از پوشاک فراوان در نقاشی‌ها بود. او یک سری گراور و نقاشی سیاه قلم از نویسندگان و هنرمندان روزگار خویش پدید آورد که در شمار شاهکارهای نقاشی قرار دارند. وی همچنین مجسمه‌هایی از چهره مشاهیر روزگار خود ساخت. فان دیک غالبا مدل خود را به طرزی باوقار و پرشکوه بر پس زمینه ای از منظره طبیعی نقاشی می کرد که این شیوه کار او تا دو قرن بعد سرمشق چهره نگاران انگلیسی قرار گرفت. سال 1320 خورشیدی برابر با 1941 میلادی، در گذشت رابیندرانات تاگور، فیلسوف، نویسنده و شاعر هندی. رابیندرانات تاگور که در خانواده برهمایی در کلکته هندوستان به دنیا آمد، پدر بزرگش مروج آیین برهمایی و پدرش مردی اندیشمند بود. وی از کودکی شعر می سرود، به طوری که در 14 سالگی نخستین شعر خود را در جشن ملی فرهنگی بنگالی ها قرائت نمود. تاگور در 13 سالگی به همراه پدر به سیر و سفر پرداخت و در 17 سالگی به همراه برادر به انگلستان سفر کرد و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. او در آن کشور شروع به مطالعه زبان انگلیسی و تحقیق و جستجو درباره شاعران انگلیسی نمود و خود نیز کتاب‌هایی را که به زبان بنگالی نوشته بود به انگلیسی ترجمه کرد. وی به زودی به اصول تعالیم کهن و مکتب‌های فلسفی هند روی آورد و به آثار شاعران گذشته بنگالی و انگلیسی دلبستگی یافت. وی سپس مدرسه‌ای با نام خانه صلح در هند تأسیس کرد و همه نظریاتش را درباره چگونگی آموزش و پرورش در این مدرسه به مرحله اجرا و عمل درآورد. سال 1356 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، انتخاب جمشید آموزگار به نخست وزیری رژیم پهلوی. سرانجام پس از 12 سال و نیم، هویدا از سمت نخست وزیری برکنار و جمشید آموزگار که به مدت 20 سال در صحنه سیاسی ایران در جریان انواع سمت‌ها قرار گرفته بود، به این پست انتخاب گردید.